در مجموعه خبری این ساعت بر رد درخواست بایدن برای پرداخت غرامت به قربانیان 11 سپتامبر، اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا در امر مبارزه با تروریسم، وضعیت زنان زیر سلطه طالبان و سیلاب‌های اخیر در پاکستان خواهیم پرداخت. ابتدا می رویم به اسلام آباد و همراه می شویم با همکارم بهرام امان. سلام به شما. محکمه نیویورک درخواست پرداخت غرامت از سرمایه های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان به فامیل های قربانیان حادثه 11 سپتامبر را رد کرد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل با نشر این خبر در تویترش اظهار امیدواری کرده که سرمایه های منجمد شده افغانستان به زودترین فرصت آزاد شود و از آن به اساس یک سیستم شفاف و نظارتی به توسعه و کمک به مردم نیازمند افغانستان استفاده شود. آقای نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی از استرالیا، برای بحث بیشتر با ما وصل هستند. آقای خالدی، شما چقدر این را یک خبر خوش می دانین که از پول منجمد شده افغانستان یا دارایی های منجمد شده افغانستان غرامت پرداخت نمی شود به قربانیان 11 سپتامبر؟ سلام محترم، فوق‌العاده خبر خوب است. ما در این مورد مبارزه کردیم، ما در این مورد صحبت کردیم، در ظرف یک سال گذشته ما تکرار کردیم که پرداخت، هر گونه پرداخت از این پولا غیر قانونی است، غیر انسانی است و نباید به هیچ صورت صورت بگیره، نه تنها به قربانیان حادثه بلکه به عنوان، حتی به عنوان کمک بشر دوستانه هم از طرف امریکا حتی در خود افغانستان استفاده نشه. این پول هایست مربوط در افغانستان، بانک و سایر بانک های افغانستان ذخایر اثاری از ماست. این باید امانتی است که در بانک های امریکایی گذاشته شده بود و این باید به صورت کل یا به صورت تدریجی این دوباره به بانک های افغانستان برگشت شود زیر یک مکانیزم نظارتی شفاف تا بتونه از او در اقتصاد افغانستان، در احیای اقتصاد افغانستان به کار گرفته شود، نه در امر فقر زدایی. بلکه که تا اقتصاد افغانستان بهتر نشه، به کار نفته، ما فقر برای دائم خواهد داشتیم. خب بله، ولی فکر میکنین که در افغانستان چون این سیستم وجود داشته باشه که این پول ها زمانی که به افغانستان و بانک مرکزی افغانستان برگشت داده میشه، به گونه‌ای که باید از او در افغانستان استفاده شود؟ در گذشته ما سیستم ها را داشتیم. اداره تفتیش در افغانستان بود، مربوط به صدارت از ما بود. یک قران پول خارجی هرگز مصرف خراب نمیشد. وزارت پلان افغانستان مسئول پروژه انکشافی بود، پول انکشافی در افغانستان بانک و دیگه بانک که ذخیره می شد و از او تنها به اساس راپورهای اجراعات عملی هر روبار آزاد می شد، به پروژه داده می شد. در این حالت فعلی که او شرایط وجود نداره، ما این را می تانیم به وجود بریم، سازمان های بین المللی می تانیم این را به وجود برن. خب یک شما میگن آقای خالدی، جدا از این که زمینه برگشتش وجود نداره و زمینه استفادهش، ولی حتی احتمال برگشت دادنش هم خیلی ناممکن به نظر میرسد، چون تا هنوز خب حکومت فعلی طالبا به رسمیت شناخته نشده. آیا با توجه به همین وضعیت که فعلا طالبا داره، فکر میکنین که این پول ها احتمال برگشت دادنش به بانک مرکزی افغانستان بره؟ بله وجود داره. اگه جامعه جهانی دلش بسازه به افغانستان، باید با دولت طالبا یا حکومت طالبا یا حاکمیتش به تفاهم برسن که در افغانستان بانک به صورت مستقل یک واحدی که طوری که در دیگر ممالک پیشرفته دنیا بانک‌های مرکزی مستقل است، در افغانستان بانک افغانستان هم باید مستقل باشه و بانک جهانی او را به رسمیت بشناسه. در این صورت پولایی که برای افغانستان بانک ریلیز میشه یا داده میشه، به تدریج به اساس یک مکانیزم شفاف باید اجرا شود که از او در امر احیای سیستم بانکداری افغانستان استفاده شود. این نه ای که این معنی دیگر نداره که در اختیار دولت طالبان قرار میگیره، ولی امکاناتش داره به شرطی که در جامعه جهانی در مورد اقدام جدی انجام بده. خب آگاهان اقتصادی میگن آقای خالدی، ای پول یا دارایی های افغانستان یک پشتیبانی پولی افغانستان است، نه اینکه در مصارف اضافی استفاده شود. با توجه به همین وضعیت فکر میکنین که بتواند در وضعیت اقتصادی فعلی مردم افغانستان تغییر ایجاد بکنه
برگشت پول به بانک مرکزی افغانستان. بله میکنه تزیین، برای اینکه این پولای سیستم بانکی افغانستان در عدم موجودیت این پولا فلج شده. این موجودیت پولا سبب ایجاد سیالت پولی میشه. وقتی که سیالت پولی موجود بود ما میتونیم اقتصاد احیا کنیم، دولت میتونه پول نو چاپ کنه در خارج به اساس به این پشتوانه، حالا نمیتونه این کار بکنه. مقدار پول کم شده در کشور. این تمام از یا سبب این میشه که تجارت خراب شده، اقتصاد خرابتر و روز به روز خرابتر شده. تشکر از شما آقای خالدی که در برنامه حضور پیدا کردین.